آتیشو بگیر. جلو آتیشو بگیر. بزن رو به این بر. من نگه دانشه. بزن رو به این بر. بزن رو به این بر. خالی کنه قرد. انا لولا ها رو بزن قرد. آه آه تو 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 خالی کنه قرد. از دیروز ساعت 12 ظهر آتش سوزی اینجا اتفاق افتاد و به دلیل اینکه آتش سوزی در نقطه اتفاق افتاد که هیچ گونه ماشین های آتش نشانی و امدادی نتونستن به این منطقه ورود کنن، متاسفانه حجم گسترش آتش رو داشتیم در به نیزارها. هماهنگی بالگرد و با همکاری محیط زیست استان طبق پروتکلی که داشتیم انجام دادیم، تونستیم حجم در واقع آتش رو تا پاسی از شب فروکش بدیم که الحمدلله تا الان تونستیم که این آتش رو در واقع به نحو خوبی مدیریت کنیم و اتفاق بشه. دل همه محیط زیستی ها رو خون کرد، چون اینجا هکتارها آتش سوزی به خاطر یک سوء استفاده که بگیم از امکان زمین هایی که اینجا وجود داره، همین جایی که نند شما هستین نقطه ای هست که فکر کنم ما آتش سوزی از همینجا شروع شده، چون اینجا همه اسناد و مدارک اینجا مستند اینجا وجود داره. الان هم تیم دوم بالگرد و هماهنگ کردیم با محیط زیست، ازشون درخواست کردیم که هر جا دود میبینن این اتفاق رو موقع تو مرحله نهایی رو انجام بدن. بعد شما الان همین جایی که شما هستین دقیقه این دیوار کشیده در رو داخل تو بستر طالاب سیم کشیایی که انجام دادن، کارهایی که تصرف در واقع مردمی ما داریم، افرادی که بیان میان بونمون که اینجا رو تصرف بکنن، این اقدامات بیشتر همینه، بیشتر تغییر کاربری این زمینهایی که اینجا وجود داره. اجازه نباید بدیم که ایده سوء استفاده گر وارد این منطقه بشن و این بلا رو سر منطقه بیارن. دادستانی به شدت داره برخورد میکنه، شناسایی شدن این افراد. انشالله که قوانین ما هم اجازه بده. ما الان من نگرانی که من دارم بحث این قوانینی هست که انتظارات ما از مجلس شورای اسلامی هم همین باید باشه که این قوانین اگر قوانین بازدارنده به اون شکل نباشه باید اصلاح بشه. قبل از ظهر یه آتش سوزی شروع شد از تقریبا سمت شرقی این مثلا مرداب، کشیده شد به سمت غرب و تقریبا بخش قابل توجهی تا دیشب تو آتش بود. به نظر میرسه که عواملی که دنبال تصرف زمین های حاشیه مرداب هستن این کار کرده باشن. این نقطه جغرافیایی کجاست؟ چراغ پشتان نوویر بندر انزلی، معروف به چراغ پشتان نوویر. اینجا این چراغ پشتان خودش بیش از 200 هکتار زمین به اصطلاح اهم از کشاورزی و دامداری و چراگاه و سایر چیزا داره، شالیکاری و زراعت درخت و اینا هست. سمت به اصطلاح جنوبی این چراغ پشتان مردابه، دقیقا داخل مرداب دیروز این اتفاق افتاده. تصورم اینه که عوامل پولدار میان، اونایی که امکانات دارن میان زمینای حاشیه رو به اندازه مثلا هر کدوم 5 هکتار 10 هکتار رو به اصطلاح
چون دسترسی اون دستگاه های زیرفت به چرا به مرداب خیلی دسترسی ندارن، اینا میان زمینا رو تصرف میکنن، بعد اقدام میکنن حالا به فروشش که الان ما داریم. به نظر ما باید تو محیط زیست و منابع طبیعی، شما اینا رو شاید نگید هستن، شاید ننویسید، احتمالا این کار رو نمی کنید، احتمالا نمی کنید، ولی باید اونجا جستجو کرد. برای اینکه اونا اگه کارشون رو درست انجام بده، کی میخواد اینجا تصرف بکنه؟